باز هم خوش آمدید بیننده های گرامی. در بخش اخیر برنامه قرار داریم و در بخش اخیر برنامه مصاحبه ای داریم با جناب استاد گرامی، استاد محمد مدثر اسلامی، استاد دانشگاه، و موضوع برنامه ما هست وضعیت بد مسلمانان یغور در چین. استاد گرامی خوش آمدین. تشکر از شما. استاد گرامی، از اینجا آغاز میکنیم که مسلمانان یغور در ترکستان شرقی یا سینگیانگ چین در وضعیت بدی قرار دارند. روز گذشته دیدبان حقوق بشر هم در یک گزارش گفته که مسلمانان با اندکترین موارد هم مجازات می شوند. و همچنان که روز گذشته کانادا همین موضوع، پارلمان کانادا این موضوع نسل کشی اعلام کرده. استاد، چرا چین از مسلمانان سینگیانگ حراس داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو تا او درنو لیدونکو تا سلامونه او نیکی هیله. واقعیت دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې د چین د حکومت له خوا نه د ایغور له مسلمانانو سره چې کوم تعامل کیږي، په هغې تعامل کې ډیر شدت راغلی ده. همدغه اصلي دلیل ده چې نړیوال له ادارې او حکومتونه په دې برخه کې خپل غږ پورته کړی ده، او د حکومت له خوا نه چې کوم فشار راغلی ده د ایغور په مسلمانانو ته، هغې ته د نسل کشۍ یا نسل وژنې نوم ورکړی ده. نسل وژنه په نړیوالو کنوانسیونونو کې دې ته وایي چې یو څوک یا یو جهات یا یو حکومت په قصدي ډول باندې د یو نسل یا د یو نژاد یا د یو مذهب یا د یو دین د لمنځه وړلو کوشش وکړي، او چین په حقیقت کې همدغه کار کوي. د سینکیان په لویه سیمه کې پراته، یا د شرقي ترکستان په لویه سیمه کې پراته ترکی نژاده یا ترک نژاده مسلمان وګړي له ډېره وخته د شلمې پېړۍ له لومړیو کلونو نه چې هلته د ازادۍ او څه حرکتونو څرک معلومېده، له هغې نه وروسته تر ډېره د حکومت تر فشار لاندې پاتې سوي دي. په داسې حال کې چې دا سیمه او دا نژاد او دا مسلمانه ټولنه په تاریخي ډول باندې 4000 کلونو پورې اوږد تاریخ لري. اصلی دلیل دا ده چې چین نه غواړي چې هغه سیمه کې منابع او هغه سیمه په سیاسي ډول باندې د یوې مستقلې سیمې په توګه باندې پاتې سي، یعنی په تاریخي او اجتماعي ډول باندې هغه سیمه یو مستقله او خپلواکه سیمه ده، سره له دې چې د چین د حکومت تر ولکې لاندې ده، خو په خپل ځای کې او په خپل هغه سیمه کې دننه هغه خپله یو مستقله ټولنه او یو مستقل اجتماعي او فرهنګي چاپیریال ده. کله کله پکې ځینې ډلې د ازادي خواهۍ کوششونه هم کوي، خو هغه دومره قوي نه دی چې د چین حکومت د په واقعي ډول باندې ورخطا سي او دا کار دې ترسره کړي. نو له یوې خوا نه سیاسي ګواښونه چین ځان ته دومره لوی کړي دي چې د دې نه چې بهرنۍ مداخلې هلته ونه سي او خلق د چین په ضد باندې هلته هغه خلق ونه سي کارولی، دا یوه بهانه ده. خو په ټوله کې د چین پلان دا ده چې په منظم او په مسلسل او په تدریجي ډول باندې د دغې سیمې دین، فرهنګ او هغه تاریخي بګراوند چې ده هغه له منځه یوسي. د همدې لپاره اوس کوشش کوي تاسو قیوداتو ته پام وکړئ، قیوداتی که در اوج وضع کده ای است که مردار به کارهای مشقت آمیز و بسیار سخت مصروف کده که حکومت میگه او را انجام میده، یعنی حداقل نوع زندگیش را مردم اختیار نداره که چی رقم زندگی کنه. زنا را امو توانایی اولاد آوردن را از اونا گرفته تا این نسل بیشتر زیادتر نشه، اطفال از خانواده هایش جدا می سازه تا همو فرهنگ بومی که او مردم داره در او کلان نشه، بلکه در یک فرهنگ غیره که او فرهنگ هان در چین است می خواهد در او کلان شه، و آهسته آهسته این مردم این نژاد از بین بره و جایش را چینایی های بومی که به نام هان یاد میشه اونا بگیره و این منطقه به کلی مربوط چین شود. متاسفانه این مردم
بله متاسفانه به این خاطر میگم که یکی از لحاظ جغرافیایی از مسلمان ها گوشه افتیدن این گروه از مسلمان ها و از لحاظ سیاسی متاسفانه نه انسجام درونی و قدری داره و نه از طرف بیرون و حمایت لازم را دارن که به خاطر حقوق خود و به خاطر دفاع از حقوق خود صدای خود را بلند کنن و مبارزه داشته باشن. استاد حالا آمریکا هم در این موضوع خیلی جدی است، برای همیشه بارها صدای خود بلند کرده و پس از آمریکا هم کانادا روز گذشته که تو قبلا هم گفتیم ایران مجبور پارلمانش نسل کشی اعلام کرده. استاد آمریکا و کانادا واقعا به اساس هم حقوق بشری و بس به می حساس اینا این موضوع رو جدی گرفتن یا رقابت هایی که با چین دارن؟ خب کانادا و امریکا قضیهش از همدیگه جدا است، یک کمی میتونیم جداگانه تحلیل کنیم. کانادا در این اواخر بخصوص در جریان حکومت حزب حاکم در کانادا به سرکردگی آقای جستن ترودو، ما میبینیم که همدردی و معاطفه حکومت و حزب حاکم و طبیعتا مردمشان در برابر مسلمان ها و بخصوص مهاجرین مسلمانی که به اروپا میای بیشتر است. بنان کانادا از به خاطر امو حس همدیگر پذیری و تنوع پذیری که از سوی حزب حاکم و مردمش در نتیجه از او پیروی کرده، او از او احساس آمدن و پارلمانشان رأی دادن و قطعنامه صادر کردن که تکالیفی که مسلمانان ایغور میکشن و فشارهایی که ایجاد کرده او را نسل کشی بنامن. اما امریکا طبیعی است که یک کاری که انجام داده کار ظاهرا به ظاهر خوب است و به حداقل فایده کم مسلمانان ایغور تمام میشه اگر نتیجه بده، اما در حقیقت خو امریکا با چین رقابت های سیاسی داره و میخواهد از هر فرصت ممکن استفاده کنه و فشار سیاسی وارد کنه در سطح جهان بالای چین. استاد حالا برخی کشورهای اسلامی، خب باید کشورهای اسلامی دست ایغورها رو بگیرن، اما متاسفانه برخی کشورها از جمله عربستان سعودی سال گذشته امریکا یک قطعنامه‌ای را می‌خواستند در سازمان ملل تصویب کنند، اونها پیشنهاد کردند اما عربستان سعودی به او رای منفی داد و حتی گفت این موضوع موضوع داخلی چین است، باز جمله پایل کنار عربستان سعودی بر کشورهای دیگر جمله امارات متحده عربی اینا هم بودند. حالا چرا کشورهای اسلامی صدات خل دست برادرای ما را در ایغور نمی‌گیرند؟ دقیقاً سوال بسیار مهمی است جناب فخری صاحب. دا قضیه کیږي په دوه اړخونو کې وڅېړل سي فخری صاحب. یو قضیه دا ده چې مسلمان حکومتونه خپل سیاسي مجبوریتونه لري. سیاسي مجبوریتونه په دې معنی چې په اقتصادي لحاظ باندې د اسلامي نړۍ او په ځانګړي ډول باندې د عربي نړۍ تقریبا ټول هیوادونه په نورو هیوادونو باندې متکی دي په اقتصادي ډول باندې، سره له دې چې ښه ډېر طبیعي منابع لري، خو د وسلو لپاره، د ټکنالوژي لپاره، د خپلو امنیتي وسایلو لپاره په دې ټولو قضایاو کې په نورو هیوادونو باندې په سر کې امریکا او بیا نور اروپایي هیوادونه او بیا چین او روسیه پورې په دې ټولو باندې متکی دي. نو دغه مجبوریت دې ته اړکی د مجبوریت ځکه ورته چې دا مجبوریت خپل هغې خلکو هغې حکومتونو او هغې حاکمانو په ځان باندې راوستی ده. نو د همدې مجبوریت له مخې ځان ته بهانه جوړوي چې موږ نه غواړو چین سره خپل روابط خراب کړو. دا یوه قضیه ده. بله قضیه د امت په توګه د اسلامي نړۍ قضیه ده. موږ او تاسې ته پکار ده، په ټولو مسلمانانو ته په حقیقت کې دا پکار ده چې د ایغور مسئلې ته یا د نورو مسلمانو اقلیتونو قضیه ده که هغه په هر هیواد کې د یو ایمانی او دینی قضیه په توګه باندې وګورو. یعنی موږ او تاسې چې د ایغور له مسلمانانو سره د همدردۍ اظهار کوو، هغه د دې په خاطر کوو چې زموږ ایمان او دین همدا غوښتنه لري. پیغمبر علیه السلام وایي چې که څوک سهار له خوب نه راپاسیږي او هغه سره د اسلامي امت او د مسلمانانو غم نه وي، هغه دې په خپل ایمان باندې غور وکړي، هغه د موږ له ډلې نه نه ده، هغه له موږ نه وتلی کس ده. نو اسلامي امت هغه د
امتوالی روحیه لمه للاس ور کرده او پاشله او شندله بخپلو مصیبتونو او تکلیفونو او بخپلو شخصی او حزبی او محدودو مصلحتونو که مصروف سوه ده. کنه اسلامی امت تاریخو ده سوه چه ده نرهی پا یو سر که با پچا بانده ظلم موسو و دوا اسلاما غاق با وک لبل نرهی با ده سه لخ کری ور پس دیاغی نده دفاع لپاره و غوی ده همدردهی او ده مرست لپاره وخوزی ده چه سر و بر به نمالومی ده. خو وست چون اغا ده امتیت روحیه هم لمنزتلی ده متاسفانه هم ده داخلی ستونزو لعمله و هم ده بهرانیو توتیو او دسیسو په نتیجه که او هم حکومتونه تر ډیره حد مزدور او سیمبولیک حکومتونه دي، نو ځکه د ایغور د مسلمانانو په اړه اسلامي نړۍ غلې پاتې ده او د هغې خلاف باندې نور غیر اسلامي هیوادونه او غیر اسلامي ادارې خپل غږ پورته کوي او حد اقل کار چې کولی سي هغه ترسره کوي. استاد، برخی کشورهای نوظهور اسلامی از جمله ترکیه و قطر و این کشورها در مورد واکنش نشان دادن، واکنش های ترکیه و اینا رو چگونه بررسی میکنین؟ چقدر تاثیر داره استاد؟ خب ترکیه دو حیثیت داره در قضیه مسلمانان ایغور. یک حیثیتش ای است که ترکیه از چند وقت به ایسو بخصوص بعد از اینکه حکومت حزب عدالت و ترقی به رهبری آقای اردوغان در ترکیه حاکم شده، اونا پالیسی خارجیشان ای است که هر جایی که بالای مسلمان ظلم میشه او به دفاعش استاد است و حداقل صدای خود را بلند میکنه. شما در قضیه فلسطین میبینین که رساترین صدا در سطح جهان و به خصوص در سطح جهان اسلام صدای ترکیه است. در مورد قضیه کشمیر شما میبینین اونا مواقف مشخص و جدی دارن و امیتر در مورد قضیه ارکان و قضیه مسلمانان ایغور در چین، با وجود که ترکیه هم امو مجبوریتی که قبلا یادآوری کردم داره و مجبور است که به خاطر ارتباطات اقتصادیش روابط خوب با همه کشورها به شمول اسرائیل داشته باشه، اما وقت مسئله و قضیه صدا کردن بلند کردن صدا به خاطر قضیه امت و قضیه مسلمانان میای، اونا مواقفش نسبتا مطلوب تر است و امید است که این مواقفش دیگام شدت پیدا کنه و مفیدیت و مؤثریت این مواقف بیشتر شود. و قطر هم از یک طرف چون در میان کشورهای عربی یک کشور بسیار کلان، نه از لحاظ نفوس و نه از لحاظ سیاسی و دیپلماسی بسیار مطرح نیست، بنان تلاش او شما دخالت قطر در پروسه صلح افغانستان را میبینین یا آل پیشنهادش مثلا برای میانجیگری میان ایران و امریکا را میبینین و مسائل از این قبیل، نماینگر ای است که قطر میخواهد که با وجودی که از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ سیاسی یک کشور مطرح نیست، اما از لحاظ دیپلماسی فعالی که اختیار کرده میخواهد که صدایش بلند باشه و مطرح باشه در قضایای جهانی و بخاطر و طبیعی است که رهبری حکومتی قطر در مورد قضایای مختلف اسلامی به شمول قضیه فلسطین و قضیه ایغور اونا همدردی بیشتر و خوبتر نسبت به دیگه کشورهای اسلامی دارن. استاد، کشورهای اسلامی عملا چه کاری است که میتونن برای برادران ایغور بکنن اما انجام ندادن تا حال؟ جهان اسلام و حکومت‌هایش بخصوص فشار بسیار خوب و مطلوب را ایجاد کرده میتونن. یعنی شما هم کنوانسون های جهانی در حمایت از این قضیه موجود است، از لحاظ تیوریک اگر ببینیم یا از لحاظ تقنین و قانونگذاری ها اگر ببینیم، و همچنان روحیه عملا برای آماده است در سطح جهان. کشورهای قوی به شمول امریکا در این مورد صدای خود آل به هر هدفی که بلند کرده صدای خود را بلند کرده در این مورد، و جهان اسلام میتونه که از لحاظ از چینل های سیاسی فشار ایجاد کنه بالای حکومت چین
که بجای از بین بردن یک نسل کامل و یک عقیده و دین و یک نژاد کامل تلاش کنه که به حیث یک منطقه تاریخی و به حیث یک گروه اجتماعی تاریخی برای اون مردم زمینه‌های پیشرفت و رشدش را فراهم کنه، به خاطر که حکومت‌ها وظیفه‌ش ای است که برای همه افراد طوری که مو شرایط اجتماعیش خواهانش است شرایط زندگی را برابر کنه، نه ای که کوشش کنه که شرایط اونا را به شکل تصنعی و تکلفی و در نتیجه فشار تغییر بده به خاطر بهانه ها یا ترس های نامعلومی که پیششان موجود است. استاد، به عنوان آخرین سوال، وضع آینده ایغور، مسلمانان ایغور چگونه میبینین و آیا قادر به خود بودن که در مقابل چین دفاع بکنن و یا چین قادر به خود بود که نسل کشی را اینجا تکمیل بکنه؟ فرصتی که ایغورها داره ای است که با وجودی که چین تلاش کرده که بیشتر از 1 میلیون ایغورها را قید نگاه کنن، یعنی در زندان نگاه کنه، اونا را کمپ های برای اونا ساخته و در کمپ ها اونا را نگاه میکنه تا نه با کسی بیرونی ارتباط داشته باشه، حتی با افراد خانواده خودش نمیتونه ارتباط داشته باشه، اجازه سفر نداره، مثلا حق انتخاب وظیفه مشخصی که نداره. با وجود همه این مشکلاتی که ایغورها در داخل چین و در داخل منطقه سینگیانگ به خصوص به او روبرو هستن، تعداد از ایغورها فرصت ای را پیدا کرده که از چین براین و با کشورهای اروپایی به خصوص مهاجرت کنند. این یک فرصتی است که کسایی که در اروپا جاگزین شده اغا خلق ال تکول سی چه د اروپایی ټول یا اغا فر د بیان د ازادۍ او د فعالیت د ازادۍ له فرصتونو په استفاده خپل غږ پورته کی او دا غږ نړیوال کی ترڅو ټول نړی همدردی ځان سره کی او نړی بیا په چین باندې فشار راولي او دا کار تر سره کی. بل خبره دا ده چې د ایغوري مسلمانانو د لړۍ یو ادامه په قرغزستان او قزاقستان کې مستدی چې په خوا زمانو کې لدې منطقې نه راوتلی دي او په دغه منطقې په اطرافو کې الته پراته دي، که هغه مسلمانان هم د خپل قومي تړاو او خپل نژادي تړاو نه په استفاده سره یا په ټوله کې ترک نژاد هغه تړاو نه په استفاده سره وکولی سي چې د دې نژاد او د دې سیمې او د دې اجتماعي ګروپ او ډلې په خاطر باندې خپل غږ پورته کړي، دا بل فرصت موجود ده. نو زه خوشبینه یم چې که موږ د یو اسلامي امت په توګه او د دغه نژاد مشخصا وګړي د خپل نژاد د تاریخي حیثیت د ساتنې لپاره خپل غږ پورته کړي، نړۍ کې تر اوسه وجدانونه ویښ ستدي او هیله ده چې هغه د چین په حکومت باندې فشار راوړلی سي. خو دا کوم حالت کې چې ایغوریان اوس واقع دي او حکومت چې کوم فشارونه پې ایجاد کړي، هغه متاسفانه هیڅ ډول باندې د مطلوب حالت نه ده، او هر مسلمان حد اقل کار چې کولی سي هغه دا ده چې د هغې مسلمانانو لپاره دعا وکړي چې الله پاک په حال باندې رحم وکړي او حالت یې دې نه بهتره سي. نو زه هیله من یمه چې الله پاک مهرباني وکړي او دا غږونه چې اوس تیت او پراک په بیلابیلو ځایونو کې راپورته سوي دي، دا یو انسجام واخلي او په یو نړیوال غږ باندې بدل سي. موږ او تاسې په دې نړۍ کې عربي بهار مثال ولیده چې هیڅ تصور نه کېده چې د عربي نړۍ هغه ظالم او دیکتاتور پادشاهان به یو ورځ د خپلو ولسونو لخوا نه وشړل سي او تخت او ارڅه به ترېنه پاتې سي. نو هیله مندي ستا چې د شرقي ترکستان مسلمانان هم یو ځل بیا هغه خپل تاریخي حیثیت ترلاسه کړي او د اسلامي امت د یوې برخې په توګه باندې ښه باعزته ژوند ولري. بله استاد گرامی، استاد محمد مدثر اسلامی، استاد دانشگاه، خیلی ممنون استاد. تشکر از شما. خب بیننده های عزیزی بود برنامه که تقدیمتون شد، تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم. الله نگهدارتون.